سلام و درود خدمت شما عزیزان، من احسان پیربارناش هستم با پادکست میریم که داشته باشیم، همراه با دوست خوبم پیام یونسی پور و مهمون عزیزمون بهناز میرمطهریان. در خصوص حواشی تیم ملی میخوایم امروز صحبت کنیم. پیام جان با شما شروع کنیم و بعد ادامه میدیم. خب همونطوری هم که گفتی خودت، حواشی تیم ملی توی روزهای اخیر زیاد بوده. یه ملاقاتی داشتن بازیکنهای تیم ملی و کادر فنی و همینطور البته اعضای تیم فوتبال زنان ایران، فوتسال زنان ایران، فوتسالیست ها، کادر فنیشون با فرمانده سپاه پاسداران. و فکر میکنم که به هر حال این از نظر من یه پیام ویژه داشت. یعنی ما توی سالهای اخیر عادت کردیم که بازیکنهای تیم ملی در رشته‌های ورزشی مختلف وقتی میخوان مسابقات خیلی مهمی اعزام بشن، قبل از اینکه برن به رقابت‌ها، چه قاره‌ای باشه چه مثلا جهانی و هر نوع مسابقه بین‌المللی، یه دیداری مثلا با رئیس جمهور نهایتاً دارن. گاهی وقتا با رؤسای مجلس بوده، وزیر ورزش و جوانان هم که خب همیشه یا رئیس سازمان تربیت بدنی حضور داشته. این مرتبه رفتن دیدار فرمانده سپاه. به نظر میرسه که یه دو تا هدف رو دارن. یکی سفیدشویی سپاه پاسداران در مجامع بین‌المللی که به حال نشون بدن به فیفا یا حالا جاهای دیگه که ببینید این بازیکن‌ها چنین مرید و مراد این ارگانی هستن که آمریکا تروریستی اعلام کرده. طرح بررسی این که آیا تروریستی بشود یا نشود در بریتانیا الان مثلا داره بررسی میشه و همینطور اتحادیه اروپا. از سوی دیگه هم به هر حال یه پیام خیلی مستقیمی داره واسه مردم ایران که به هر حال این تیم سپاه پاسداران پشتشه، این تیم متعلق هست به سپاه پاسداران، این بازیکن‌ها باید بیان دیدار بکنن. بازیکن‌ها حالا برخلاف امیر قلعه‌نویی که شاید با هم دیگه هم نظر باشیم که زیاد تمایلی نداشت به ردیف جلو بشینه، چهرهای خیلی خندانی داشتن. یعنی سید حسین حسینی که ماشاءالله نیشش تا بناگوش باز، مهدی طارمی خیلی خوش و خرم، علیرضا بیرانوند بسیار پرنشاد در این دیدار و ما بقیه بازیکنام همینطور. ولی خب امیر قلعه‌نویی زیاد جذاب نبوده به نظر میرسه واسه این ملاقات با فرمانده سپاه پاسداران. این بود توضیحات من در خدمت دوست و همکار گرامی خانم بهناز میرمطهریان، همسر جناب عالی. بله ببین در این رابطه که ما چه بخوایم چه نخوایم، این جام ملت ها درست مثل جام جهانی که برگزار شد خیلی برای تیم ملی ما سیاسی هستش. حالا از هر نظر بخوای حساب کنی، حالا حتی اگه بازی ایران فلسطین رو هم بذاریم کنار، یه جورایی انگار که تیم ملی تنها داشته این حکومت هستش برای اینکه اون رو مال خودش بکنه، چنانچه که برای توی جام جهانی هم دیدیم که این اتفاق افتاد و خیلی تلاش شد برای اینکه بازیکن‌های جورایی تیم ملی حکومت باشن بیشتر تا تیم ملی مردم. این اقدام هم یه جورایی در راستای همون فعالیت‌هایی که قبلا انجام شده برای اینکه تیم ملی در راستای سیاست‌های نظام پیش بره. اونجا اگر اتفاقی افتاد حتما واکنش‌هایی که در واقع باب میل نظام هست رو داشته باشه. و خب ما قبلا هم یه جورایی موضع‌گیری نزدیکانه به حکومت رو داشتیم درباره بازی ایران و فلسطین، مثل یاد داشتی که حسین شریعت مداری توی روزنامه کیهان نوشت و مثلا گفتش که چرا مثلا هفت زدین به فلسطین و حالا خوشحالین که بردین و این چه وضعشه. خب این یه جورایی نماد افراد نزدیک به نظام هست دیگه. و حالا مثلا ما نمیدونیم واقعا الان چی گذشته توی این جلسه ای که حالا صحبت شده و اینها. حالا قطعا یه صحبت هایی هم درباره این بازی با توجه به اتفاقات اخیر و این مسائل هم مطرح شده که حالا چطوری برخورد کنن، برخورد توتیشون کردن دیگه، نمیدونم. حالا من قبل از اینکه صحبت رو قطع بکنم که عامدانه هم قطع میکنم،
ببین یا با احسان همسر محترمه داشتیم توی کلاب ها صحبت میکردیم، بعد بحث تیم ملی بود و باشگاه ها، اون موقع تیم ملی واقعا تیم ملی بود، تیم خیلی هم واقعا نمیدی خوب تیم ملی بود، همه دوستش داشتن. احسان خیلی رو گفتش که آقا من اصلا تیم ملی فن نیستم، من باشگاه هم بریم در مورد باشگاه صحبت. احسان نظرت چیه در مورد جام ملت‌های تیم ملی، رقابت های پیش رو، احساس واقعی تو بگو، یعنی ببین من واقعا بذار آره اون موقع که من صحبت میکردم در باره این اتفاقا اصلا این بحثا پیش نمیاد، بقول خودت که تیم ملی همیشه تیم ملی بوده، نمیدونم طرفدار داشته، اون موقع هم که هنوز اصلا میگم هیچ کم از این حوادث اخیر هم پیش نمیاده، مربوط به دو سه سال پیش میشه این صحبتی که میگی. من واقعا فن تیم ملی نیستم، یعنی توی کوران مسابقات که قرار میگیره میرم دنبال میکنم بازی های ملی رو، یعنی مثلا میگم من طرفدار برزیل بودم همیشه، مثلا بازی ها که شروع میشه ولی اونجوری نیست که حالا پیگیری کنم الان سرمربی کی رفته اونجا، فقط به راه گذری به گوشم بخوره. در مورد تیم ملی و این اوضاع احوال و این بازیکن ها، این بازیکن ها به من به اصطلاح حس خوبی نمیدن، یعنی ببین خیلی چیز، خیلی وقت ما حسی تصمیم میگیریم دیگه، یعنی همیشه دلیل میخواد زمین میگه، حالا اینجا دلیلم داریم برای اینکه خوشمون نیاد از این جور آدم ها. در مورد حالا مهدی طارمی گفتیم، مهدی طارمی که میخندیم، من اصلا خود مهدی طارمی کسی که یه پادکست مجزا میخواد و این آدم رو شما باید اگر میخوای بهش حال بدی باید ویژگی فنیشو بذاری یه طرف، مثلا بذاری کنار و به ویژگی اخلاقی و رفتاریش نپردازی. اینقدر این مهدی طارمی گاف داره در زمینه های اخلاقی و رفتاری، تو هر کاری بکنی نمیتونی دوست داشته باشی، یعنی به خصوص برای من به عنوان یه پرسپولیسی از اون فایل صوتیش که در اومد واسه حسین هدایتی گرفته ماجرای خیریت و نمیدونم بعدش اومد درست کنه ماجرای حسین هدایتی که حاج آقا من عشق شما دارم میام و فلان اینا، مرد حساب این تیم چند میلیون چند ده میلیون تماشاگر داره، تو به خاطر مثلا یکی مثل حسین هدایتی که سر تا پاش فساد و رانت بوده مثلا میخوای بری، خب بر نگرد. بعد چرا من باید تیمی که میگم آدمهایی از احسان حاج صفی بگیر با اون وضعیت حالا داستان رای گیری و دروغی که گفته بود من به علی کریمی رای دادم و فلان دادم و اینا، تا مهدی طارمی و تک تک بازیکن ها، یعنی سرشار از بازیکن های دوست نداشتنی این تیم. و من کماکان شاید میگم تو کوران مسابقات طبق اون عادت دیرینه میگم ای مثلا این توپ چرا گل نشد، ای مثلا فلان شد، بالاخره آدم مجبور بازی ها رو دنبال کنه بخاطر شغل اون بازی ها رو میبینیم، ولی اون عادت است که منو یا اون نمیدونم اون یه حس درونی است که یه لحظه تو رو بلند میکنه، بعد میشی سجا میگه این تیم است، این بازیکنان ولش کن بره. اینه حس واقعی من، همینه، هیچ حسی ندارم مثل این تیم ملی. نه واقعیتش اینه که من الان دارم فقط بنا به شغلم یعنی بازی های این تیم رو میبینم، یعنی اساسا فوتبال ایران رو فقط به خاطر شغلم میبینم، یعنی هیچ کدوم از باشگاه واقعا تعلق خاطر ندارم، خیلی متاسفم برای خودم که ندارم به این تیمم که اصلا متاسفم، ولی خب به خاطر شغلم همه بازی های لیگو میبینم. یعنی تو الان من بگی که مثلا نتایج شمس و زر قزوین و طی مثلا 4 هفته اخیر بگو، میتونم بگم همه بازی ها رو میبینم، همه تیم ها رو دنبال میکنم متاسفانه، ولی خب به هر حال یعنی فکر میکنم از یه مربی لیگ برتری کمتر بازی های تیم ها رو ندیدم، ولی خب مجبورم کار دیگه ای نمیتونم بکنم، اگه میتونستم حتما میرفتم انجام میدادم. یه چیزی فقط منم همون حس هیچی رو دارم، یه چیزی بهناز گفت که بازی فلسطین باید چیکار بکنه، حالا من خطاب بهناز بگم و نظر دوتاتون هم داشته باشم، این پادکست مال احسان، من دارم زیاد حرف میزنم. یکی با یکی از بچه فدراسیون که خیلی هم نزدیکه به تیم ملی داشتم چند روز پیش صحبت میکردم، این تیم وقتی اگه از گروه صعود بکنه که میکنه، خیلی شما باید فچل باشی اصلا توی این گروه بندی جام ملت‌ها به عنوان هر تیمی، یعنی هنگ کنگ هم باشی باید صعود بکنی، ولی صعود به عنوان تیم اول اگه صعود بکنه توی یک چهارم میخوره به کره جنوبی.
99.99% میخوره به کره جنوبی. اگر به عنوان تیم دوم صعود بکنه قطعا میخوره به ژاپن، یعنی هیچ گزینه دیگه ای نداره تو یک چهارم نهایی، قطعا میخوره به ژاپن. اینا گریهشون گرفته که ما هر جوری هست به عنوان تیم اول صعود بکنیم نخوریم به ژاپن. و به قول اون دوستمون میگفتش که جلوی کره احتمالا ببازیم ولی جلوی ژاپن احتمالا گلباران میشه. بس به خاطر همین هیچ من احتمال میدم بناس هیچ ما شانسی نمیتونیم بذاریم روی اینکه این تیمه به خاطر سردار سلامی و به خاطر حسین شریعت مداری و به خاطر چهار تا آخوند و بیت رهبری و حواله و فلان نره مثلا جلوی فلسطین خوب ببره. یعنی هم باید ببره هم به خاطر احتمالات امارات که تیم دوم ممکنه که مثلا رقیب ایران باشه باید خوب ببرتش. این بود صحبت های من. درسته، قبول دارم. ولی خب از اون طرف هم الان تارمی این که گفته ما قول قهرمانی نمیدیم احتمالا به خاطر همون بازی کره یا ژاپن دیگه احتمالا یا به خاطر اختلاف های درون تیمی شونه، چون این اختلاف ها هم خیلی موضوع شده، خیلی داستان شده ها از جام جهانی. این اختلاف ها و این شکافه تو تیم ملی دارن میکشن و تا الان هم یه جورایی اومده و یه چیزی مهدی طارمی بود فکر کنم گفتش، مصاحبه کرد گفتش که مردم چش امیدشون به تیم ملی و میخوام ببینن نتیجه مثلا تیم چی. یعنی چی شما واقعا چه؟ من با خیلی با جامعه فوتبالی بزرگی سر و کار دارم، چه حضوری حالا اینجا بچه‌ای که هستن میشناسم و چه غیر حضوری و چه جایی که خودم بودم میدونم، میدونم که مردم خیلی وقته که یعنی واقعا تیم ملی براشون از اون اهمیت افتاده. فکر میکنی واقعا پیام، یعنی نمیدونم حالا با توجه به ارتباطی که خودت داری هنوز، من نمیگم اصلا وجود نداره، بالاخره ما یه جامعه 3-4% حکومتی داریم که خب با حکومت و هنوز این تیم ملی رو دوست داره و خب یک بخشی از بدنه مردم هم ممکن طبق نگاه سنتی یا نه به اینا چه ربطی داره فلان، ولی واقعا فکر نمی کنم اینجوری باشه که این قهرمان، من حتی اگه قهرمان بشه که نمیشه، من اصلا بشه آیا این باعث اون خوشحالیه میشه تو سطح جامعه به نظره؟ ببین من جواب مهدی طارمی یا هر کسی که حالا اینطوری فکر میکنه رو اینجوری میدم. اگر این تیم قراره که مردم ایران رو خوشحال بکنه، چرا سازمان بسیج لیست 300 نفره داده به فدراسیون فوتبال که اینا رو باید ببریم و قطر؟ یعنی این خبری بودش که به من رسید، گزارشم نوشتم مبنی بر اینکه آقا سازمان بسیج لیست 300 نفره انتخاب کرده، 50 نفر از اینا زن هستن و اینا قراره که برن جام ملت‌ها دوحه تیم رو تشویق کنه. اصلا کشوری مثل قطر نیازی به این چیزا نداره. پرسپولیس، استقلال می‌رفتن جام باشگاهی آسیا اون موقع مسابقه بدن، از تهران و چمنم اهواز و خوزستان و هرمزگان و اینا تماشاگر هم می‌شد می‌رفت واسه تشویق پرسپولیس، استقلال، امارات و قطر. 300 تا آدم لیست دادیم که باشن برن اونجا دستشون رو بزنن رو قلبشون، زارزار گریه کنن، زمان سرود جمهوری اسلامی سرود رو بخونن، تیم رو تشویق کنن، امیر قلعه‌نویی رو یا بازیکن‌ها رو تشویق کنن. این که اصلا شوخیه. ببین تبدیل کردن جامعه ای که بدون هیچ گونه هماهنگی قبلی مردمش میریزن میان توی خیابون برای بازی 8 آذر 76 به جامعه ای که امروز مردمش از شکست اصلا خبر ندارن، جام ملت‌های آسیا کی شروع میشه یا برای شکست مقابل آمریکا میان توی خیابون، یه هنری بود که واقعا فقط جمهوری آدولف هیتلر نتونست کاری بکنه که مردم آلمان از ورزش یا تیم‌های ملیشون متنفر بشن. طالبان نتونست کاری بکنه که مردم کشورشون مقابل تیم کریکت افغانستان که مثلا واسه شون نماد ورزشه بیستن. توی آفریقای جنوبی هیچ وقت اون ورزشکارهای سفید پوست یا سیاه پوست که مثلا حالا مورد تبعیض هم قرار میگرفتن مورد نفرت مردم نبودن. چی میگه مهدی؟ من اختیار خانم مطهریان رو میدم بحثو. ببینیم الان این بحث تماشاگران یک بحثیه، حتی توی خبر بحث خبرنگارا هم من میدونم که باز هم مثل جام جهانی و حتی
خیلی جدیتر و شدیدتر از جامعه جهانی دارن آدمای خودشون و آدمایی که بسیجی هستن و هیچ ارتباطی ندارن به حوزه خبر، اونا رو به جای خبرنگارا یه جوری، حالا یا درصد بیشتری از افراد حالا متصل به خودشون با دیدگاه های نزدیک به خودشون رو میفرستن به عنوان خبرنگار توی به قطر. من فکر میکنم حالا علاوه بر این که تماشاگر رو به صورت خودجوش نمیرن از اهواز یا خوزستان برن قطر و تیم ملی رو تشویق بکنن، علاوه بر اون اینا دوست دارن که یک سری تماشاگر از طرف خودشون اونجا حضور داشته باشه برای اینکه حالا اتفاقاتی نیفته یا بحثی نشه، شعاری زنده نشه. من تعجبم از این، آخه اصلا قرار نیست اتفاقی بیفته. این جام ملت‌ها اهمیتی نداره واسه تماشاگر. مثلا واسه جام جهانی از اتریش من میدونم که مثلا چند نفر در تماشاگر رفتن، پرچم زن زندگی آزادی و اینجور چیزا مثلا شاهنشاهی هم برده بودن، یا مثلا از کشورهای مثلا آلمان که خب جمعیت خیلی بیشتر از استرالیا، آمریکا، اروپا، هست همه جا. آقا کی واسه جام ملت‌های آسیا در تاریخ بشریت پاشده از اروپا رو پاشده رفته مثلا؟ حالا اروپا نه، ولی جام ملت‌های قبلی ایرانی زیاد بود تو ورزشگاه. بود، ولی ایرانی‌های مقیم اونجا بودن. آره خب ایرانی‌های مقیم قطر قاعدتاً کار خاصی نمی‌کنن، ولی خب به هر حال چون اقبالی هم وجود نداره تماشاگر به خودشون میبرن. این نظر شخصی من هست. ببین من یه چیزی بگم، بس مورد علاقه شما نیست، ما داریم حرف میزنیم. خواهش میکنم کلا میخواستم نیام امشب بیام تیم ملی، خب خودتون ادامه بدید بحث دیگه. ولی شما میبینید، شما از زیبایی میبینید لذت میبرید. من برای بار چیز دارم دیگه، یعنی میام فضا رو زیبا کنم به عنوان دکور، منو نمی کنید بیشتر. ولی بحث چیز بود، تماشاگرای اینها یه بحث دیگه داره پیام. یکی اینکه ما یه سری بسیجی داریم که اینا سفر دوست دارن، به خصوص سفر مفتی، خب که بالاخره مثلا چای دبش و نمیدونم فلان کارخونه و بسار کارخونه و اینا به اینا نمیرسه، ردای مدیریتی و اینا هم به اینا نمیرسه، میدونی؟ یعنی این سلسله دوست ها رو بخوای درجه بندی کنی بیای پایین، ببین دیگه تای تش میگه آقا واسه این سفره به ما نمیرسه، میدونی؟ یعنی چرا به تو میرسه، بیا برو قطر. من یه همچین دیدی دارم. و اگر نه مثلا خب اولا که خب قطر حالا کار اصلا خود قطر دوباره چه بحثی داره، حالا در همین بحث مشکلاتی که الان داره به لحاظ سیاسی واسه پناه دادن به سران حماس و فلان و بسار و اینا، همچین کشور به اصطلاح ناامنی نیستش برای جمهوری اسلامی، یعنی یه جورایی یکی از شعبات جمهوری اسلامی محسوب میشه و احساس میکنن خب دوست دارن دیگه برن اونجا این پیمانهای برادریشون رو گسترده کنن. این میگم یعنی این دیدگاه من در مورد این آدم هایی که دارن میرن اونجا، علاوه بر این که خب اون نقش شغل شریف مزدوری خودشون رو پیاده میکنن، از طرفی هم بالاخره این آدم ها زحمت کشیدن تو خیابون، آدم زدن، یه سریشون مخبری کردن این ور اون ور، یه سفر به اینا میرسه. تو وقتی که اسناد بلک ریوارد اومد بیرون، خبر حک خبرگزاری فارس، زندان بودی یا آزاد بودی؟ من زندان بودم. آره زندان بودم. اون فایلی که در اومده در اون فرمانده سپاه داره در مورد کارلوس کیروش و مهدی تاج و جام جهانی اینا صحبت میکنه رو شنیدی یا هنوز نشنیدی؟ نه نشنید. ببین توی اون خیلی جالبه، اونو حتما یه بار فکر کنم هنوزم مثلا توی کانالای تلگرامی باشه، خود ایران وایر یه بخشایشو منتشر کرد فایل صوتی. حالا بجز اینکه میگه مهدی تاج باید رئیس فدراسیون میشد به خاطر اینکه منویات رهبر جمهوری اسلامی، اما چیز کنه کارلوس کیروش با ما هماهنگ جلساتی داشتیم خیلی خوب توجیه شده، اینا اصلا فوق العاده است صحبتاش. بعد اونا سوال میپرسن، چند نفر سوال میپرسن، یه جا برمیگرده میگه که قطر قولهایی به ما داده، قطر گاهی وقتا قول میده ولی انجام نمیده. بعد یه چند دقیقه توی صحبتاش میشه فهمید که قطر توقعاتی داره، توقعات مالی داره، که اون توقعات اگه برآورده بشه
کاری که جمهوری اسلامی میخواد انجام میده. اگه نشه انجام میده. ببین قطر در جام جهانی سنگ تموم گذاشت واسه جمهوری اسلامی، همه کار کرد، تماشاگرا رو کتک زد، خبرنگارای خارجی که داشتن اروپایی آمریکایی که از تماشاگرای این فیلم میگرفت و کتک زد، یعنی همه کار کرد. یعنی این تیم واقعا فقط هر جوری حساب میکنیم برای حکومت هزینه است. از گرفتن پاداشاشون حساب بکن تا منفور بودن جوری مردم حساب بکن تا اینکه یه سری نیرو، تو اصلا تو به این فکر کن لباس ضد شورش تن آدم بکنی بگی برو تو خیابون برقص. یعنی ببین تو چه هزینه ای باید بکنی تو لباس، یعنی وایسی با بالا سر یارو بگی این لباس رو بپوش حالا برو تو خیابون برقص. تو سیرک شما چه این چیزی، اصلا هر جوری حساب میکنی. این همون چیزی که تو میگی، میگی این سلسله مراتب هزینه ها. ببین این بدبختی که با لباس ضد شورش اومده کنار خیابون ولی از وایساده واسه بازی ایران ونز رقصیده مثلا جلوی مردم ازش فیلم گرفتن اسکلش هم کردن، چقدر پول باید بگیره که چنین کاری بکنه؟ خیلی واقعا این تیم، بعد این تیم رو مقایسه کن مثلا با تیم 98 چقدر بازیکناش وحشیانه محبوب بودن. خیلی حرف زدم، در اختیار خانم میر مطهریان و همسرشون قرار میدم. خواهش میکنم خانم. شما انقدر خوب صحبت میکنیم ما نمیداریم. آره لذت میبریم. ولی من یه حالا که دارم خوب صحبت میکنم یه نکته هم بگم که احسان یه ادعایی داره مبنی بر اینکه برزیلیه، ولی من پیش از این ثابت کردم که آرژانتین. یاد همون افتادم داشته صحبت میکرده. خیلی محکم گفتی که من چیزی، آره گفتی من آرژانتینی هم، آره خیلی محکم شنیدم. تو اون مسابقه طرفدار آرژانتین بود، تو اون مسابقه طرفدار آرژانتین بودم و واقعا خب یه بار قبلا هم گفته بودی که در مورد زندان حالا صحبت کنیم. اینو من خیلی چیز نکردم، گفتم الان تمایل ندارم اینا، حالا هر وقت چیز شد میتونیم تو این برنامه صحبت کنیم در مورد بازی‌های ملی، یا میتونیم بعدا که برنامه دیگه. من صحبت کرده بودم در مورد زندان، گفتش که زیاد تمایل ندارم. خب خیلی خوب، آرژانتین قهرمان جام جهانی شد. بعد دوستان ما در بی بی سی ما زنگ زدن گفتن که بیا صحبت کن، ما رفتیم صحبت کنیم. من ناگهان یاد نیلوفر حامدی عزیز افتادم که متاسفم واقعا از صمیم قلبم برای اعضای انجمن روزنامه‌نگاران ورزشی، از عبدالحمید احمدی، آقای عبداللهیان نامحترم، برای امیر حسین خیرخواه و همه اون کسانی که اون تو، محسن معتمد کیایی که دیگه واقعا واسش به معنی واقعی متاسفم، تک تکشون. که نیلوفر حامدی حتی از ملاقات با همسرش محروم شده و شما باز هم واکنشی نشون ندادید و شما تمام مدت رفتین تلاش کردین برای اینکه دهن حتی انجمن بین‌المللی روزنامه‌نگاران رو ببندید. بگذاریم وارد بحث اصلی بشیم. من به آرژانتین قهرمان جام جهانی شد و بی بی سی من زنگ زدم گفتم بیا مصاحبه کنم. من یاد نیلوفر افتادم و گفتم الان احسان هم زندانه، حالا احسان هم برزیلی. من رفتم اونجا گفتم که من این پیروزی و قهرمانی و اول از همه به احسان پیروناش و نیلوفر حامدی تبریک میگم. این دوتا هوادار آرژانتین بودن، دوست داشتم. من بدبخت برزیلیه، ولی خب نیلوفر واقعا آرژانتینی. ولی خب دیگه ما تو زندان بودی ترجیح دادیم که شما آرژانتین. آره من اون شب حالا در مورد اون حال و هواش بذار در مورد فینال صحبت کنیم، شاید بخوایم بعداً در مورد جو حاکم یا نمیدونم مثلا همین برنامه اگه جاشه تو با هم بگو، من همین الان مثلا در موردش صحبت کنم. حالا بگیم بذار صحبت کنیم. اولا که ما گفتم قبلا یه بار با خودت مصاحبه کرده بودم، گفتم ما زندانی داشتیم که به خاطر شادی پس از باخت به تیم پس از باخت به آمریکا اومده بود زندان، یعنی تیم ملی باخته و ببخشید سر صدایی هم میاد، ما اینجا در خدمت آکیان هم هستیم اینجا و ممکنه صدایی بید. زندان یعنی تیم ملی باخته، این آدم رفته، خیلی رفتن تو خیابون مثل شادی کردن، ما که زندان بودیم شادی کردن و یه تعداد آدمی دستگیر کردن به خاطر این شادیه و آوردن زندان. فضای ما فضایی بود که خب میگم یه سری بچه ها خب واقعا دوست داشتن تیم ملی ببره،
با اینکه زندانی بودن، به این بچه های همون 17-18 ساله هایی که به همه اینا انگ نمیدونم فلانجا و ارتباط با اسرائیل و اون یکی و این یکی و فلان، واقعا دوست داشتن تیم ملی ببره که من دوست نداشتم. خودم یکی کسایی بودم که دوست نداشتم، یه تعدادی هم بالاخره بود زیادی بودن که اصلا دوست نداشتن واقعا تیم ملی نتیجه بگیره و اینو کتمان هم نمی‌کردن. یه همچین فضایی بود، این که میگم مثلا بچه ها رو میدونم که نسبت به تیم ملی چه اشتیاقی دارن. آره یه تعدادی بودن اونجوری دوستش در ابتدای ام فکر میکردن که دوست دارن، ولی بعد از اینکه تیم میباخت یا اونجوری مفتزهانه میباخت خب خیلی استقبالم کرده بودن. و بعد اینکه فهمیدن که بازیکنای تیم ملی ما چه مثلا کارهایی کردن و فلان و اینها، هر چقدر این بیشتر باز شد این تنفر از تیم ملی بیشتر شد. یعنی ما میپرسیدن ما جواب میدیم که به این دلیل به این دلیل، این آدم ها همچین داستان هایی دارن و اونا زده شده بودن از این تیم. در مورد با اون بازی برزیل و آرژانتین و بازی فینال جام جهانی با فرانسه، خب من طرفدار بارسا بودم، لیو مسی رو دوست داشتم، دوست داشتم یک جام جهانی تو کارنامش داشته. حیف بود واقعا اگه یه قهرمانی مثلا جام جهانی تو کارنامش نبوده باشه. و اون شب خب بازی هم بازی عجیب و غریبی شد و واقعا لذت برد. یعنی تو یکی از شبایی که ما خیلی لذت بردیم از فوتبال اون شب فینال جام جهانی. از تیم ملی خودمون بگو، بازی تیم ملی رو برنامه راجع به تیم ملیه. این وقت خانوم یه چشش عشق بود، یه چشش آه، تو اومد داشتی لذت میبردی. ببین یه شبایی واقعا اینجوری بود، یه شبایی بچه زنگ میزدن. ببین اینا آخه ببین در روز زندان میخوای صحبت کنی، اگه کامل صحبت نکنی خیلی بعدا حواشی به وجود میاد، چون بگی مثلا اون شب لذت بردیم، میگن ای بیا مثلا ناکن میگه داری لذت میبری، مثلا داره سفیدچویی میکنه زندان های جمهوری اسلامی. اگه بگی نه مثلا سخت بود، پدرمون در اومد، پیر شدیم، فلان بود، بسار بود، میگن نها کن داره بچه های مردم میترسونه که تو خیابون نیان زندان نرن فلان. در صورت ولی زندان هر دوتا اینا رو داره. یه شبایی واقعا خوش میگذره چون یه جمعی هستید و بالاخره یه سری بازی های مجبوری، یعنی از سر بیکاری و از سر علاوی مجبوری یه سری بازی هایی را بندازیم. اونجا مافیا هم بازی میکردیم، دست جمعی گریه هم میکردیم، میدونی؟ و همه اینها رو در کنار هم داره، مثل یک اجتماعیه بالاخره دیگه. بازی تیم ملی برای من، برای شخص خود من، اون ذلیل شدن این بازیکن‌ها، چون برای من دیگه این تیم ملی ایران نبود، تیم ملی جمهوری اسلامی بود. ما فرق میذاریم دیگه، همونجوری که بین آدم ها فرق میذاریم، میگیم این حکومتیه و اون مثلا آدم چیزه، این ایرانیه اون جمهوری اسلامیه، توی تیم ملی هم همینه به نظر من. ما این تیم ملی رو تیم ملی جمهوری اسلامی میدونستیم. من ما که میگم یعنی ما یه تفکری که حالا ممکنه پیام باشه، ممکنه بهناز باشه یا نباشه، نمیدونم. ولی از نظر خود من اون شیشتا کسبید. یه دلیل دیگه هم خود کارلوس کیروش بود، یعنی کارلوس کیروش در کثافت کاری کم از یه سری از بازیکنهای تیم ملی خودمون نداشت، نه فقط در این دوره، از دوره گذشته خیلی. آره بعد خب مهم هم نبود براش، جایی که لازم بوده از رئیس جمهور به اصطلاح مایه گذاشت، جایی که لازم بود از رهبری مایه گذاشت، جایی که لازم بود. کاری نیست که این بشر نکرده باشه. حالا بحث کیروش هم میگم، اگه بخوایم باید جدا مفصل بهش بپردازیم. ولی در جواب دوست خوبم بهناز باید بگم که به تیم ملی هیچ حسی نداشتیم واقعا، یعنی ماها هیچ حسی نداشتیم. یه برنامه قرار بود با هم دیگه بریم در مورد خرافات. آره هر زمانی اونو رفتیم یادم انداز در مورد بازی ایران آمریکا، من یه خاطره ای دارم در مورد خرافات بگم. ولی من آره. یه سوالی بپرسم چون قرار بود پادکست احسان باشه، من گرفتم دستم ولم نمیکنم. آقا یکی مورد بیار پایین. من این سوالات رو به نازیش رو ازت نپرسیدم وجدانن، یعنی خودت هم میدونی، برادران هم نگن که حالا در ایران که بودی از این چیزهای من مثلا تعریف میکردی. ولی من خیلی دوست دارم بیانم که توی جام جهانی من و تو با هم دیگه توی یه روزنامه کار میکردیم دیگه، توی روزنامه ایران ورزشی.
سالهای سال. آره. من خیلی توی اون روزا دلم این بود که بدونم توی همون تحریریه، نمیدونم هنوزم تحریریه همون شکلیه یا نه، یعنی اون پارتیشن بندی ها جایی که من میشستم فرشاد میشستم، خب اگه والا توی ذهنم همونو تصور کنم مثلا جایی که من فرشاد و بقیه دوستان گلمون میشستم، این خیلی من هیچ وقت به این فکر نمی کردم توی تمام این سالهای گذشته و هیچ وقت هم بعدش دوباره فکر نکردم. الان که اصلا داشت فضای زندان و میساخ یه خود یادم افتاد جوه چجوری بودش توی روزنامه؟ ما یادت باشه من اول اینو ترسیم بکنم چون خیلی کم من حرف زدم توی این برنامه، اینم بگم که وقتی که بازی های تیم ملی برگزار میشد سمت چپ روزنامه ایران ورزشی الوفاق بود، روزنامه عربی زبان، اونا همه می اومدن از بالا ایران سیاسی با اینکه تلویزیون داشتن می اومدن، بچهای حراست که حتما باید می اومدن نظارت میکردن به نوع شادی ها و اینا، همه می اومدن و واقعا ایران ورزشی تبدیل به یه استادیوم میشد. ولی میخوام اون موقع چطوری بود؟ جعفر همچنان میتونید کمرش بگیره؟ حالا من اسم نمیارم از گزی این چون هرچون پیرندگان خدا در نظر میشه، ولی واقعیتش اینه که کلن جو اصلا اون شور و حال همیشگی رو نداشت واقعا توی روزنامه اصلا، و مدام ما رو توجیه میکردن که مبادا یه وقت اگه گل خوردیم شادی کنین یا مثلا صدای خوشحالی دست یکی دو باری چند از بچه رو دست زدن حتی وقتی که گل خوردیم. آره و اصلا خیلی برخورد شدید شد و خیلی عصبانی شدن مسئولای روزنامه، حتی از بالا چند نفر حراست اومده بودن وایساده بودن فقط ببینن کی دست میزنه سری یه جوری بازخواستش کنن. بچه روزنامه یعنی بچه روزنامه خوشحال شدن که ایران گل خورد؟ اصلا هیچ کس نبود که آره مثلا چیز نباشه کلن، چون جف کلن جف ناراحتی بود کلن. حالا یادم اینجاست که به من پیام میدادن یه سری ها میگفتن که آره تو برای ما عجیبه که شما همسر آقای پیربرناشی و توی روزنامه ایران ورزشی داری کار میکنی، نون تو خون ملت میزنی و میخوری. گفتم که آقا شما من میدینین اینجا جف چجوریه، ما مثلا کلا اینا همه بچه ها خودمونیم، ما به اون سیاست اصلیه خیلی رسوخ چی میگن در واقع رسوخ نکرده توی ایران ورزشی. حالا مثلا ما چیکار ما میگو شما بازوی سرکوب ملتی. حالا این همه که نه، ولی یه اتفاق جالبی که افتاد از جمله ببین همه ناراحت بودن کلا، ولی من کلا تو فکر خودم بودم، تو حال خودم بودم، اصلا فکر نمی کردم این تیم ملیه یا مثلا چیه اصلا ماجرا، میدونی چون قد فکرم درگیر احسان بود اصلا واقعا به هیچ تحلیلی نداشتم از اوضاع، ولی تیم ملی که گل زد اتفاقا من تنها کسی بودم که شادی کردم اصلا. همه بوده نوبای کشته بودم من اینو 99 تو داشتی اون طرف منو توجیه میکردی اینا کی هم خودمون باید توجیه میکردی. ببین یعنی اصلا خیلی عجیبه همه با تعجب و خشم دارن منو نگاه میکنن که چطه. ای خدا ببین میدونی دو سالی دو سه بار مثلا سر اینکه مثلا بهناز بیاد از اونجا یا بمونه مثلا با هم دیگه صحبت میکرد و خودش هم پیش میکشید این بحثو که من دیگه اینجا نمیمونم دیگه میخوام بیام بیرون، مرتم باشه خب کار خوبی میکنه باشه بیا بیرون. بعد مثلا مرتم تو این موزه یه خوب عادت میشه که نه تو چرا به من میگی بیا بیرون، من از اینجا بیام بیرون چی کار کنم؟ عادت کردم به این محیط و کنه یه خود چرا بحثشو میکشی وسط تو که میخوای بمونی اونجا. یکی از بازوهای سرکوب خود بهنازه، واقعا الان چیزایی که تعریف میکنه مطمئن شدم مردم بیراه نمیگفتن. این محوریت بحث رو بدیم دست من از تیم ملی و سلامی میرسیم به این که سرکوب در خانواده بیرناش و ایران ورزشی توسط بیرناش آره بود. چون برنامه خانوادگیه من یه دستیار دارم اینجا، دستیارم گفتم کیانه و یه سری نوشته به من میده که من اینا رو باید بخونم، اینا تو با خط خوش و خانا می نویسه که
راجع به تیم ملی ایران با نتیجه ایران موفق شد به پیروزی برسه. اینو من بعد اعلام میکردم. یعنی تاکید میکنه که راجع به تیم ملی حرف بزنید از مسیر اصلی بحث. آره اساس بحث نشدیم درسته. از اولی تا آخری من میخونم هر. و یه آرزو میگه که ببین از چنین مادری چنین فرزندی هم باید داشته. این همه ما داریم درباره مخالفت با تیم ملی و این صحبت میکنیم. پسرم نوشته که و آرزوی موفقیت میکنیم در بازی اخیر هم امیدواری موفق باشن. اینم با حضی که آکیان نوشته برای من که اینا رو بخونم. ایران بعد بازی نکرد، دو تیم فرصت های خوبی داشتن، بازی خوبی بود، امیدواریم بهترم بشه. این چند تا موردی بود که آکیان گفتن. ما در این حد آزادی بیان داره منو بیچاره میکنه ناکه آقای یونسی پور رو ببین. من پیشبینیتون چی هستیم ملی تو این رقابت ها؟ بهدتون چی میشه؟ آخه من نمیتونم دیگه صحبت کنم. یعنی من تصویر یک شخص خاص روبروی تو اگه چیدمان تحریری همونجوری باشه جلوی چشمه که اون هیکل ماشاءالله همچین گندش وقتی تو دست سعی داشته خشمگین تو رو نگاه میکرده. آقا واقعا از اون فضای ایران ورزشی بیایم بیرون. خدایا منو ببخش. ظفر تو هم منو ببخش. من پیشبینیم اینه که اینا اگه کلر رو بزنن تا فینال میرن. چون اینا که سردنشین صعود میکنه. یعنی خیلی من این تیمای جام ملت ها رو چندی پیش نشستم یکی یکی هم بررسی که نه آدم کارشناسان نشستم نگاه کردم. ژاپن که رویاییه. یه گزارش آماده بودش در موردش که یه قیمت نجومی نزدیک مثلا 100 میلیون یورو مثلا قیمت بازیکناشه مجموعه. مثلا ژاپن رو بذاریم کنار، کره جنوبی مثلا بعد که خیلی خوبه، استرالیا هم خوب بود و من مثلا چهارم ایران بود از نظر قیمت بازیکن. ولی امارات واقعا هم تیم پیری داره، هم تیم خسته ای داره، خیلی درب و داغونه. فلسطین نکته جالبش اینه که فلسطین بین تیم هایی که حاضر در مسابقات وضعیت بهتری داره. یعنی توی چند وقت اخیر که توی دو تا کشور آفریقایی اردو داشته، مفت و مجانی هم داشته، توی مراکش اردوش بسیار عالی برگزار شده، بازیکناش هم که به هر حال نصفشون یا پاسپورت اسرائیلی دارن یا بخششون تو لیگ اسرائیل بازی میکنن، ولی خب به هر حال دوست و برادر بازیکنای این تیم هستن. آقای علیرضا جوانبخش مخصوصا خیلی علاقه‌مند آقای جوانبخش به این مسئله فلسطین و غزه. لامصب آبان 98 مردم ایرانو تیکه پاره میکنن، یک کلمه حرف نزن. سری قبلی هم گفتش که چیز سیاسی نیست، من اصلا حرفی ندارم، من سیاسی نیستم. بعد گلوله‌ای سنگی وارد مثلا نوار غزه میشد زرت استوری میذاشت. ولی حالا این بحث رو بزنیم کنار، یه کمی نگاه فنی تر بکنیم به داستان. من فکر می‌کنم اینا می‌خوام به کره رو حالا با آژان کشیم، مثلا که امیر قلعه‌نویی هم خیلی خیلی داستان بازی ایران کره جنوبی واسش حیثیتیه دیگه. در حقیقت جام ملت‌های 2007 و به کره تو پنالتی اونجوری باخت، تیم ملی شاید دست داد اگه این بار بخوریم به کره دیگه، اگه شده خودش لخت بشه با اون شکم بره تو زمین باید کره رو ببره به خاطر خودش هم که شده، ولی بزنه دیگه تا فینال احتمالا بره. من فکرم اینه. بشنیم دیدگاه شما عزیزان. من که اصلا کلن اهل پیشبینی نیستم، یعنی تو تحریه هم که من رو پیشبینی میکردن اونم تیم ملی. یکی این که پیشبینی من همیشه برعکس سر میام. یعنی من یاد گرفته بودم تیمایی که دوست داشتم ببره رو مثلا برعکس پیشبینی میکردم که اون درست از آب در بیاد. و این که بذاریم کیان پیشبینی چیه؟ آره تیمالی چندم میشیم ما؟ آخر میشیم. میگه آخر میشیم. این همه آرزوی موفقیت و اینا آخر هم میشه. ولی من فکر نمی کنم از مرحله بعد بالاتر بره. یعنی اصلا فکر نمی کنم بتونه کره رو، چون دست ایران بعد جوری رو شده برای همه. آره خیلی من اینو خیلی موافقم روه و اصلا هیچ چیزی ندارن واسه این که بخوام حالا مثلا غافلگیر کنن یا مثلا چه میدونم یه کاری بکنن که اونا آنالیزش نکرده باشن. اصلا هیچ شانسی به نظرم ندارن مقابل کره یا ژاپن. و
نمیتونن اصلا برن بالا. من حالا اینم من یه چیزی بگم، این تیم با اسکوچیش خیلی مشکل داشت خب، اما برای خودشون که برسن جام جهانی هم مزیت های معنوی جام جهانی داشته باشه هم مزیت های مالی جام جهانی رو کم نذاشتن. اسکوچی رفتن تو بازی دوستانه، دو تا بازی دوستانه رو گند زدن، اسکوچیش رو اخراج کردن، تموم شد. با امیر قلعه‌ای روابط خوبی ندارم اصلا، یعنی که کارلوس کیروش هم دوباره بیکار شده و فلان اینا، ولی به خاطر مخصوصا که یه بخش عمده ای از این تیم جام ملت رو تموم بشه باید بره سربازی، از علیرضا بیرانوند حساب بکنیم تا مابقی تیم، ستاره ها هم باید برن، این تیم باید قهرمان بشه که معافیت بگیرن. یعنی یه چیز خیلی گنده ای هم که حکومت جلوی اینا گذاشته اینه که آقا برید جام بگیرید ما شما رو معاف میکنیم. با سرود من جمهوری اسلامی خوندن اینا معافیت نظام وظیفه رو نمیدن به این، فقط با جام میدن. به خاطر همین اینا احتمالا با همه این اوصاف تیم سنش بالاه و اینکه حالا دستشون هم روه واسه خیلی از تیما، ولی با همه این اوصاف من فکر میکنم که خودشون رو بکشن واسه این دوله. یه چند ناکام مونده من حالا نمیخوام مثلا همه درباره یه موضوع نظر بدیم، میخوام اینو اشاره کنم که ما خیلی زوایای دیگه داریم به تیم ملی که به اونا نپرداختیم. مثلا خود امیر قلعه‌نویی، درباره امیر قلعه‌نویی خب یه دیدگاه کاملا منفی وجود داره تو جامعه، ولی خب یه سری کارهایی هم کردیم که حتی اونهایی که خیلی ادعا داشتن هم نکردن، غیر از مثلا علی کریم یا امثال هم به کنار، ولی تو هم بدن جامعه فوتبال از دوره احمدی نژاد که اون مراسم تحلیف رو نرفته تا این سری که حالا باشه حالی بردنش پیش فرمانده سپاه که ناراضیتش رو نشون میده. یعنی اینقدر من سری قبلی میدونم که مثلا امیر قانونی سه روز تو بیمارستان مثلا بستری شده فقط واسه اینکه نره تحلیف احمدی نژاد. این ذهنیت به امیر قانونی وجود نداره، مردم اینو همچین آدمی نمیشناسن، با اینکه بارها مثلا گفته که مثلا چه میدونم خیلی حرف تندی هم زده، اون تو این معروف هم شد تو این 40 سال فقط ظلم دیدیم و ظلم دیدیم که حالا بعدش اومدن یه جور دیگه تفسیرش کردن. حالا میگم از خود امیر قلعه‌نویی که حالا کارمت تاریکی هم داره در بعضی مواقع که باید بهش پرداخته بشه میشه صحبت کرد، تا درباره یه سری مسائل فنی تیم ملی و مسئله این چینی. احتمالا ما یه برنامه دیگه میذاریم برای تیم ملی، بستگی به حالا نتیجه چلا چه شکست بخوره چه بره بالا چه هرچی بشه، یه برنامه اصلا در مورد خود امیر میتونیم یه مرتبه جداگانه صحبت کنیم. در مورد امیر میشه جداگانه صحبت کرد از همه زوایا، مثل جوان نکنم و یحیی که بهشون پرداختیم. اگه یه خورده بحث پراکنده شده به خاطر اینه که ما سعی میکنیم همه موارد رو یه انگولکی بکنیم و از دل همین ها دوباره سوژه هایی در میاد که میشه جداگونه توی برنامه های دیگه بهش پرداخته بشه. یه صحبت پایانی بکنیم همه، من که صحبت خاصی ندارم، شما یه صحبتی بکنید، نکته ای اگر جا مونده یا دوست دارید تو این برنامه بگید و بقیه رو بذاریم برای برنامه های بعد. خانم متعریان بفرمایید. ببین یه واقعیتی که هست، من میشنیدم از دوستانم در رابطه با این پادکست شما این بود که خیلی ها اول داستان تا میبینن این ماجرا ورزشیه پیرو به همون صحبت هایی هم که خودتون داشتین که میگفتین که جامعه واقعا دیگه این تیم ملی رو دوست نداره، خیلی ها اصلا گوش نمیدن، یعنی واقعا اونایی هم که ورزشی بودن و به قول خودتون از این ورزش بریدن میگن بابا الان دیگه پادکست ورزشی برای چی بشنم گوش کنم. ولی باید بهشون بگیم که صحبتهایی در این پادکست مطرح میشه که اصلا رفتی به تیم ملی نداره و ورزش گوش کنید جالبه اصلا رفتی به ورزش اصلا عنوان پادکست رو شما بیخیال بشید کلا. آره بعد ما اصلا نگفتیم میریم که چی داشته باشیم، فقط گفتیم میریم که داشته باشیم. پیام جان من ببخشید، من خیلی دوست دارم که یه روزی برسه بتونم دوباره واقعا میگم مثل 2018 لاقل بازی تیم ملی رو
یه چیز کوچیکم تعریف کنم. جام جهانی 2018 بود قبل از بازی ایران و پرتغال، ایران و اسپانیا بازی دوم. دوستان بی بی سی زنگ زدن گفتن که نیم ساعت مونده به شروع مسابقه، میخوایم بیای جلوی دوربین حرف بزنی بری، بعد بازی شروع میشه دیگه. من برخلاف رسم مرسوم که همیشه آدم مثلا کچه رو میپوشن، من با پیرنه تیم ملی و یه شال ایران دوره گرنم افهم میشه سنجوری و جمله حرفم رو اینطوری شروع کنم که مردم شریف ایران با احترام کامل این شبکه تلویزیونی برید بزنید شبکه 3 فوتبال تیم ملی ببینید. خیلی دوست دارم بشه اون روز دوباره بیاد، ولی فکر کنم اون روز وقتی میاد که اینا برن، اون روزی که بتونیم دوباره این تیم رو دوست داشته باشیم خیلی دوره، لااقل با این بازیکن‌ها امکان پذیر نیست. دقیقا همینجوریه. من درباره این عشق و علاقه خیلی نکته خوبی گفتی. چقدر بده که آدم ها، حالا یکی مثل من کلا تیم ملی ها رو دوست نداره، یعنی فوتبال باشگاهی رو دوست داره، که برای ما هم همین اتفاق افتاده متاسفانه. یعنی خب اونجا هم نگاه میکنیم یه سری بازیکن رو دوست داریم، چه میدونم حالا کار خاصی باید انجام داده باشه، سروش رفیعی ها، نمیدونم علی کریمی ها، علی دایی و غیره. چقدر سخته برای ما فوتبالی ها که میخوایم نمیتونیم این تیم ملی رو دوست داشته باشیم. امیدوارم که مردم ما رو درک کنن، اونم که درک نمیکنن که واقعا ما کاری نمیتونم براشون بکنم. آرزو سلامتی دارم فقط براشون از در همه زمینه. بنوز خیلی جدی داری بحث میکنی با ما، فکر کنم تو هنوز تو فضای چیز نیستی. من همیشه جدیم، اصلا شوخی ندارم من با کسی. تو این همه سال متوجه نشدی من اصلا اهل شوخی نیستم انسان. ببخشید فاصله تون هم میخوام، من به توصیه میکنم که تو قبل از اینکه پادکستم باشه مراد کنم. من برم. اگه برنامه بعدی در کار نبود دیگه این رو به عنوان یک هدیه هم داشته باشید. آقا دمتون گرم، امیدوارم که یه برنامه دیگه حتما در تیم ملی صحبت میکنیم، فارغ از نتیجهی که داشته باشه، مسائلی مونده که اینها رو باید مطرح کنیم، حتما دوباره میبینیمتون. دمتون گرم که ما رو گوش میکنید. نظری اگه دارید حتما برامون ارسال کنید. خدا نگهدار، خداحافظ.